دکتر پیتر جانسون، نویسنده تحقیقات علمی و روانشناسی، میگوید سرکار گذاشتن مردان توسط زنان تکنیکی هست که به زنها امکان میده بین مردان بلهوس و مردان متحد تفاوت قائل بشند. این ماجرای سرکار گذاشتن مردان در ذهن یک دلیلش خود مردان هستند، چون ذهن مردان طوری سیمکشی شده که معمولاً در همان آشنایی اولیه با یک زن بیشتر از آنچه که واقعیت داره تصور میکنند مورد پسند زن قرار گرفتند. بخشی از تکنیک هایی که زنان به کار میبرند تا فقط شانس جذب مردان جدیتر را برای خود فراهم کنند از این قرار هستند. 1. یا میگن فرصت ملاقات شما رو ندارن چون اصلا علاقه به شما ندارند، یا وانمود میکنن آدم های بسیار فعالی هستند و وقت آزاد چندانی ندارند چون میخوان بدونن چقدر علاقه من هستید. 2. اگه زنان از مردان دیگه، دوست پسر قبلی یا همکاران مردی که قبل از شما به اونها ابراز علاقه میکردن حرف میزنند، بدونید که مخاطبشون شما هستید. میخوان بگن که هنوز برای مرد دیگه چشمگیر و جذاب هستند، ولی اگه در عین صحبت کردن درباره مردان دیگه مدام از عیب و ایراد اونها میگند، میخوان غیر مستقیم بگن شما در صف اول توجهشون هستید. 3. زنهایی که یک روز با شما گرم و صمیمی رفتار میکنن و روز دیگه برنامه هاشون رو به هم میزنن یا مدتی دور میشن و بعد دوباره حضور پیدا میکنن، ممکنه در عمل بخوان بگن ما زنهای مستقلی هستیم و دوست نداریم به شما بچسبیم و محتاجتون نیستیم. 4. اگر راهی چشمه باریکی، محبت و عاطفه‌ای رو هرچند مختصر دوباره بروز بدند، مثلا بگن اگه از قبل به اونها اطلاع داده بشه برنامه دیدار رو میپذیرند، یعنی از شما بعدشون نمیاد. 5. اگه زنان رفتار اسرارآمیز و تعجب برانگیز از خود بروز میدن و تمام نشانه های ضعف و جذب رو همزمان به کار میبرند، به خاطر اینه که مردان متوجه خاص بودن و متفاوت بودن اونها بشند، به عبارت دیگه از شما ما خوششون اومده. خیلی ممنون از شما دوستان عزیز که ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. لطفاً برای ویدیوهای بیشتر چنل رو سابسکرایب کنید و نظرات خودتون رو برای ما کامنت کنید و اگه ویدیو رو دوست داشتید حتماً لایک کنید.